نظرتون چیه؟ واقعا برای گفت که به راستی دردناک بود این رویداد پاریس. شهر زیبای پاریس رو به خون کشیدند. 8 نفر با پشتیبانی حتما گروه های بیشتری به نام دین مردم بیگناهی رو که شب آدینه رفته بودن بیرون برای شام خوردن یا برای تماشای کنسرت بازی فوتبال، اینها رو کشتند و هیچ زمینه و دلیلی هم در این کشتن نبود. یعنی اگر کسی برود مانند کارهایی که در گذشته گروه های فلسطینی میکردن، میرفتند و مثلا هواپیما رو باری میکردن و درخواستی رو مطرح میکردن، پشتیبانی نمی کنن، فکر کنم کار بسیار زشتی بوده. یا کسانی می آمدن در خود ایران هم در جنگ و جدال چریکی و غیره با پلیس و ژاندارمری و ارتش روبرو می شدن. خب یه منطقی در این کارشون بود، نه اینکه کار درستی بوده باشه، بیگمان کار نادرستی بوده، ولی می توان گفت خب یه جنگ و درگیری بوده. ولی اینکه کسانی می آیند و در بازی فوتبال در یک کنسرتی که مردمی رفتن برای خوشگذرانی و هیچ معلوم هم نیست که شرکت کنندگان دارای چه دیدگاهایی نسبت به رابطه فرانسه و یا غرب با رویدادهای سوریه باشن، پشتیبانی کنند یا نکنند، برون در یک رستوران کامبوجی که مردم دارن شام میخورن یا در جاهای دیگر بمب‌هایی بگذارن یا منفجر کنن خودشون رو یا مردم رو به مسلسل و رگبار گلوله ببندند، برای من قابل تصور نیست. یعنی نمیتوانم اصلا از نظر منطقی این رو بفهمم که چگونه انسانی میتواند به نام خدا، به نام دین، به نام اسلام که ظاهراً پیامش بناست پیام صلح باشه، پیام آرامش باشه، مردمی رو بیگناه در یک سرزمین دیگری به این جرم بکشد که دولت‌های غربی بر اونها بمب ریختند. چرا بمب ریختند؟ چون اونها به بهانه انتقام از غرب، انتقام از امپریالیسم و استعمار و تاریخ به نام دین آدم‌هایی رو که رو بودند در برابر تلویزیون و دوربین زنده سر می‌برند، آتش می‌زنند زنده و تجاوز می‌کنند و جنایاتی انجام می‌دهند که غیر قابل تصور در اصلا برای یک انسان هست. کاریست که حیوانات درنده هم نمیسا هنگامی که به یک گاوی، به یک گاومیشی، به یک گوزنی حمله میکنند و او رو میدرند، کرکس ها از شمار وحشی ترین یا مهم ترین حیوانات هستند، این رو برای خوردن غذا، برای گذران زندگی انجام میدن. ولی اینهایی که اسمشون آدم هست به نام دین، به نام خدا، به نام الهیات، به نام رستگاری آنجهانی جنایاتی انجام میدهند که به راستی هیچ آدم دیوانه و مجنون و بیمار روانی هم نمیتواند دست به چنین کارهایی بزنند. از آن سوی هم این رو باید بیفزایم که دنیای پیشرفته، دنیای بسیار نزدیکبینی است. هیچ دوربینی اساسی برای رفع گرفتاری های جهان نداره. این جریان داعش اینک سالیانی ازش میگذرد، دست کم 1.5 سال از آغازش میگذرد. پیشتر هم جریان القاعده وجود داشته و هنگامی که این داعشی ها در جایهای دیگر چنین کشتارهایی رو میکنن، میدانید که دست کم تا به امروز نزدیک به 40,000 نفر رو از مسلمانان، از ازیدی ها، از مسیحیان عراق و سوریه در این 1.5 سال کشتن، دست کم ویران کردن سر تا سر اون منطقه رو، نسبت به این واکنششون بسیار اندک هست. نه این که واکنش ندارن، ولی هنگامی که اینها به خانه اونها می آیند به یک باره بران می شوند که اعلام جنگ بکنند. کار درستی است که اعلام جنگ می کنند، کار درستی است که
برافروخته می شوند و واکنش نشان می دهند. ولی دنیای پیشرفته، به ویژه رخبگان دنیای پیشرفته، دنیای هوادار دموکراسی، اندکی باید دوربین تر باشند، باید دنیا را در یک گستره اون نگاه کنند و گمان نکنند که اگر به گرفتاری های بزرگ کشورهای واپسمانده نپردازند، این گرفتاری ها به اونها نخواهد رسید. بسیاری از نخبگان یا رهبران سیاسی دنیای پیشرفته و به ویژه اروپا پیشبینی نمی کردند که به یک بار چند میلیون مهاجر و آواره از سوریه و لبنان و عراق و کشورهای دیگر از راه یونان که کشوری روی هم رفته فقیرتر از کشورهای دیگر اروپایی است به سوی اروپا سرریز شوند و غافلگیر شدند، در حالی که پیامد چنین گرفتاری هایی که در اون سرزمین ها به وجود آمده که بخشی از اون رو خود غربی ها ساختند با برانگیختن جنگ داخلی سوریه به جای کوشش برای گذار منطقی تر از رژیم بشار اسد، با برانداختن دولت قذافی که جنگ افزارهای کلانی رو در اختیار نیروهای تندرو در دنیا قرار داد، هیچ بهایی به این بحرانی که میتوانست این پناهندگان رو سرریز به اروپا بکنه ندادند، توجه ندارند، در خود فرانسه هم توجه ندارند به این که در درون فرانسه گرفتاری هایی که وجود دارد تا چه اندازه زمینه برای برانگیختن هواداری از این گروه های تندرو مانند داعش و القاعده رو ایجاد کرده. من به هیچ وجه نمیخواهم در هیچ زمینه این جنایت رو نه تنها توجیه بکنم بلکه حتی بتوانم توضیح بدم، اما به نظر من دنیا باید دوراندیشتر نسبت به این مسائل نگاه بکند. اینکه عده‌ای بیایند با خشم بسیار بر شهرهای سوریه بمب بریزند داعش رو از میان نخواهد برد. داعش یک پدیده چند نسلی است و خواهد ماند و ویرانی های کلانی رو وجود خواهد آورد و در ادامه گفتگوی امروز حتما بهش خواهم پرداخت. ما با یک گرفتاری بسیار بنیادی در دنیای اسلام و در دنیای به ویژه عرب روبرو هستیم، دنیای اسلامی عرب. البته یک سر ماجرا هم در خود ایران است، بسیاری از این گرفتاری ها رو در ایران دولت دینی آغاز کرد و سرایت کرد به کشورهای دیگر و واکنش به رفتاری که در ایران و عراق انجام شده زمینه برای جنایات داعش رو فراهم کرد. ممنونم آقای امینی. بفرمایید که سابقه و پیشینه این گونه دشمنی ها، آدم کشی ها در تاریخ به خصوص در جنگ های صلیبی وجود داشته به نام دین و مذهب و غیره، بنابراین چیز تازه نیست. ببینید نه تازه نیست، ولی یک نکته خیلی مهمه جناب مهری شما و به ویژه بینندگان ارجمند بهش توجه کنم. این پدیده‌ای که اسمش از گلوبالیزیشن یا جهانی شدن، هم خیر رو جهانی کرده و هم شر رو، یعنی از راه این اینترنت هم دانش‌ها و ارزش‌های نو، ارزش‌های خوب به دست مردم میرسه و مردم رو در ارتباط با یکدیگر قرار داده، روزنامه‌نگاری رو گسترش داده، آزادی ها رو گسترش داده و این رسانه های اینترنتی رو به یک دیدبان جهانی تبدیل کرده که بسیار بسیار ارزنده است. اما همین جهانی شدن شر رو هم گسترش میدهد، یعنی این جنبه های بسیار منفی تبلیغاتی جریان های مانند داعش یا تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی رو در برابر دیدگان گروه گسترده ای از مردم قرار میدهد. رویدادی که در یک جا در دورانهای گذشته شاید چند ماهی و گذشته تر چند سالی به درازا میکشید تا به گوش مردم در گوشه دیگری از جهان برسد، امروز لحظه ایست بلافاصله در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت و بسیاری از این ارزش‌های راپسمانده و جنایتکارانه داعشی امروز از راه اینترنت در برابر میلیون‌ها جوان مسلمان ناراضی گریزان از زندگی به دلیل اینکه زندگی پیام درستی رو به اونها نمیدهد، کار ندارند، آینده ندارند، امیدی ندارند، این رو در برابر اونها قرار داده و اونها رو
آماده پذیرش این تبهکاران میکنه، اندیشه‌های این تبهکاران میکنه. و این فراموش نکنید، اگر خاطرتون باشه در دوران یک سال دو سال پیش از انقلاب 57 پیام‌های آیت الله خمینی یا مخالفان رژیم گذشته ایران از راه نوار کاست بین مردم پخش می‌شد و مردم اونها رو می‌شنیدن. امروز دیگه نوار کاستی در میان نیست. این پیام‌های تبهکارانه سران داعش و القاعده در یوتیوب، در رسانه‌های اینترنتی بلافاصله در برابر دیدگاه میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد و اندیشه‌های بسیار فرومایه‌ای در کنار اندیشه‌های بسیار پیشرو در این دنیای جهانی شده، در این دهکده جهانی در برابر دیدگان اونها قرار می‌گیرد. شما هنگامی که یک اندیشه تبهکارانه رو به طور گسترده‌ای در جهان تبلیغ بکنی، روان بسازی، اگر در گذشته این اندیشه ها تنها در روستا و شهرک و شهر خود شما میتوانست هوادار داشته باشد، امروز گوش شنوایی در میان میلیون ها ناراضی خواهد داشت و کسانی که شاید امیدی برای آینده ندارند و جلب این اندیشه ها میشوند. گمان نکنید که سرشت جوانانی که جلب این اندیشه ها میشوند تفاوت چندانی از سرشت جوانانی که در بازی فوتبال در همون روزها، در همون روز آدینه از طرف دو تیم فرانسه و آلمان با هم در چالش بودن، تفاوت اساسی داره. خیلی این آموزش و ارزش هایی که به اونها داده می شود این رفتار رو دگرگون می کنه و این نیست که شاید اندکی کسانی هم باشن که از کودکی شاید ارزش های جنون‌آمیز در میان اونها بوده باشد، ولی بسیاری از اینها آدم هایی هستن، آدم های عادی هستن که با این اندیشه های تبهکارانه شستشوی مغزی میبینن و تصور میکنن که به بهشت خواهند رفت، از اون برکت بهشت برخوردار خواهند شد. این دنیا هم امیدی به اونها نمیدهد، جذب این اندیشه ها و پیام میشوند و کارهای انجام میدهند که شما نگاه کنید در دوران همین آغاز جمهوری اسلامی، من خودم شاهد بودم، رفته بودم سفری از سوی روزنامه‌ای که سردبیرش بودن، روزنامه ندای آزادی، برای مصاحبه با شیخ عزت‌الدین حسینی رفته بودن به کردستان و در اونجا یکی از گروه‌های کرد دو نفر جوان اصفهانی رو که گرفته بودن، پاسدار بودن، گرفته بودن و اینها رو در یه گوشه‌ای در یه تقریبا یک دستشویی حبس کرده بودن رو به من نشان دادن و من با اینها گفتگو داشتم. بیشتر از اون کنجکاوی و البته دلسوزی هم بود، چون شاید 18-19 سالشون بیشتر نبود. اینا جدا باور کرده بودن بر پایه تبلیغاتی که در میان اونها شده بود که میایند به کردستان با کفار بجنگن و در شگفت بودن که در کردستان مسجد هست و مردم کرد مسلمانن، اسامی مانند علی و حسین دارن. خب هنگامی که شما جوان 18-19 سالی رو شستشو مغزی میدهید و میفرستید به جنگ کفار، حالا این کفار ممکنه اهل سنت باشن، ممکنه مسیحی باشن، همین رو هم در مقابلش امروز به شکل گسترده تری میبینید که کسانی مانند داعش حتی فتوا دادن برخی از مفتیهای هوادار داعش که اصلا جنگ ما دیگر با اسرائیل نیست، بلکه باید با رافضیهای جعفری، با اینها به جنگیم، اینها دشمنان ما هستن، اینها رو باید بکشیم. و این رو میپذیرن گروهی از جوانانی که نمیدانند گرفتاری در کجاست، مانند کسانی که در همین غرب گمان میکنند یا در فرانسه گمان میکنند که بزرگترین گرفتاری اونها مهاجرین هستند، اونها هستند که بنیاد اقتصاد فرانسه یا آلمان یا آمریکا رو به هم ریختند، جلب این اندیشه ها میشوند و متاسفانه این نوع تبلیغات به طور گسترده‌ای از راه گستره اینترنتی در اختیار مردم قرار داره و به داوری من این تبهکاری ها به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت. اما نکته رو در اینجا اشاره کنم، به نظر من بسیار مهم است. جناب مولوی، ما در تاریخ بشر جنگ های ملی زیاد داشتیم که آخرین اونها جنگ بالکان بوده، جنگ های ناسیونالیستی ملی. بزرگترین اونها در سده گذشته جنگ آلمان نازی بوده با کشورهای دیگر، یعنی دولت‌های هوادار دولت آلمان نازی یا متحدین آلمان نازی، ژاپنی‌ها و غیره با دیگران، ایتالیا، ژاپن، کشورهای محور.
میلیون ها انسان در این جنگ های ملی کشته شدن. جنگ های ملی سرانجام از راه یک منطقی، یک درجه از راسیونالیسم برای حفظ مرزهای ملی به انجام میرسه. سرانجام می نشینن با ژاپنی که شکست خورده مذاکره می کنن، قانون اساسی جدید می نویسن و ژاپن دگرگون می شود. سرانجام آلمان رو از اون کشوری که هوادار فاشیسم بوده به کشور بسیار مدرن و پیشرفته و دموکراتیک تبدیل می کنن. جنگ دینی چنین نیست. جنگ دینی مشروعیت خودش رو از آسمان می گیره. راسیونالیسم یا منطقی در میان نیست که از راه منطق بتوانند آدم ها رو کنار یکدیگر بنشانند. آن کسی که باور به این دارد از میان شیعیان متعصب که اهل سنت خلافت رو از علی ابن تا علی طالب 1200 سال پیش 1300 سال پیش گرفتن و ظلم کردن و بر این باور است و بر منبر میگوید که همه پس از آمدن امام زمان اگر همه مردم رو بکشند به پای لیل کفش علی اصغر هم نخواهد رسید و در برابر اون مفتی اهل سنت و اون مبلغ داعشی وهابی یا تندرو و سلفی که تبدیل میکند شیعیان رو باید کشت، اینها از دین برگشته هستن، یا در جنگ های صلیبی انگامی که مسلمانان چیره میشدن مسیحیان رو قتل عام میکردن و انگامی که مسیحیان چیره میشدن مسلمانان رو قتل عام میکردن، هر دوی اونها مشروعیت خودش رو از خداوند میگرفتن و جنایت به نام خدا کورترین نوع جنایت است. فراموش نکنید شما مصاحبه داشتید با آقای خلخالی معروف. این آقای خلخالی اگه خاطرتون باشه میگفت اگر هم بیگناه بکشم در محضر خداوند تبرئه میشوند و به بهشت میروند. منطق یک آدمکش دینی، منطق یک تبهکاری که بر پایه باورهای مذهبی فتوای جنگ و کشتار مردم رو میدهد، دستور کشتار مردم رو میدهد، منطقی نیست که شما بتوانید با استدلال یا با پول یا با دادن مرزها یا با دادن امتیاز حل بکنید. باید از رمق بیفتد، همان گونه که امروز اون شعارهای تند جمهوری اسلامی تا حدودی از رمق افتاده. فراموش نکنید این آقای قالیباف که الان خیلی امروزی شده و از اصلاحات و این قیل صحبت میکنه، یک زمانی میگفت با افتخار که فیتیله اون بمبی رو که در خوابگاه نیروهای آمریکایی 200 تفنگدار آمریکایی رو کشت، میگفت من دادم، با افتخار هم میگفت. البته امروز معتدل شده. ما متاسفانه در خاورمیانه در گیرودار یک جنگ مذهبی هستیم. من در برنامه‌های زیادی این رو گفتم که ای کاش ایران گریبان خودش رو از خاورمیانه عربی جدا بکنه، در حالی که برعکس ایران هر روز بیشتر خودش رو با خاورمیانه عربی گرفتار میکنه. امروز در عراق درگیر هست، در سوریه درگیر هست، در لبنان درگیر هست. ایران یک طرف جنگ با داعش و شوربخت داره که برخی از هممیهنان ما از جمله هممیهنان سکولار ما تا حدود هورا میکشند برای پیروزی ایران. تصور نمیکنند که این نوع جنایاتی که داعش به اون دست داده به ایران هم سرریز خواهد شد، به ایران هم خواهد کشید و گرفتاری های بزرگی رو برای کشور ما ایجاد خواهد کرد. آقای امینی بیاد دارین که داعشی ها یک بار هم گفته بودن ما تمام معتقدان به شیعه صفوی رو از دم شمشیر خواهیم گذراند. بله بله کاملا. خب آخه ببینید اون روی سکه هم نگاه کنید، این همه در مسجدها در این هزار سال گذشته در کتابهای دینی میگوین که هنگامی که امام زمان امام ناپیدا بازگشت، یک تن از خاندان معاویه رو و از پیروانش رو زنده نخواهد گذاشت. خب معاویه که دیگه نمیدونیم چی هست، یعنی بیشتر کسانی که با سه خلیفه اول همراهی دارند. در همین چند هفته پیش من برنامه رو نگاه میکردم، البته بیشتر برای خنده، آخوندی میگفت که این معاویه پیش از همخوابی با مادر یزید عقربی اون بخش رجولیتش رو گزیده،
و این در هنگامی که با مادر یزید هم خوابگی میکرده، این زهر عقرب وارد نطفه یزید شده و یزید نیمه عقرب بوده. اینه کی گفته؟ یه آخوندی از این آخوندهای ایران که بر منبر از این پرت و پلاها میگه در تلویزیون، این در این مصاحبه در تلویزیون میگفت با اشاره به کتابهای روایی. و این فکر نکنید که فقط این میگه، این در کتابهای روایی کسانی مانند مجلسی و دیگران هم هست، از اینها هم بدتر هست. خب هنگامی که کسانی میخواهند ببینید مسئله ملی، دعواهای ملی دعواهای امروزه، ریشه تاریخی داره ولی بر روی امروز باید حل کرد. دعوای مذهبی در دعوای هزار سال پیشه، دعوای تاریخی است، انتقام از انتقام کسانی است که دیگر در میان ما نیستن و معلوم هم نیست که این دعواها تا چه اندازه پا در راستی داشته باشد. بیشتر اینها روایت و افسانه و جنبه های دروغ‌آمیز داره، ولی اینها رو پذیرفتن و امروز مردم رو دارن برمی‌انگیزن و نشانش رو ما در فرانسه می‌بینیم. داعش یک پدیده گذرا نیست. من به یاد دارم که در نزدیک به یک سال پیش با گروهی از کسانی که در نشستی می‌خواستن شرکت کنن گفتگو داشتم و در مورد مسئله داعش می‌گفتم حتما در این نشست به موضوع داعش بپردازید. پاسخشون به من این بود که آقا این داعش تا دو ماه دیگر حل خواهد شد. امروز هم شاید تصور خیلی از کسانی که اعلام جنگ به داعش می‌کنن در این باشد که داعش در این یکی دو ماه یا یک سال آینده با بمباران از میان خواهد رفت، همون تصوری که نسبت به پیدایش دولت جمهوری اسلامی در ایران بود که اینها نخواهند توانست کشور رو اداره کنند و واژگون خواهند شد، در حالی که جریان‌ها و جنگ‌های مذهبی و جنبش‌های دینی جنبش‌های چند نسلی است و به درازا خواهد کشید. باید نسلی بگذرد یا چند نسلی بگذرد تا از رمق بیفتد. داعش پدیده ایست که اینو با شور وقتی باید بگویم، امیدوارم هم میهنان از این جهت از من خشمگین نشوند، پدیده ایست که دست کم در 20-30 سال آینده اگر هم نه به این صورت بلکه به صورتی در خاورمیانه حضور خواهد داشت، همون جور که 37 سال از پدیدار شدن حکومت دینی در ایران می‌گذرد که یک سر ماجراست در واقع در این درگیری‌ها و نباید فراموش کرد داعش هم یک جریان ماندگار برای دوره‌ای است. اصل مسئله هم جناب مهری، مسئله‌ای که شاید در این برنامه باید به درازا رو بپردازیم، در دو نکته است. مدرنیته اروپا یکی از مبانی اساسی موفقیتش در این بود که در بستر مسیحیت اروپا یک جریان اومانیستی بشردوستانه بشرمحور چیره شد و با چیره شدن اومانیزم مسیحی که از دل اون اومانیزم سکولار بیرون آمد، دنیای اروپا، دنیای مسیحی اروپا پذیرای دگرگونی های بنیادی در راستای مدرنیته شد، با مقاومت، با گرفتاری، با درگیری هایی که درگیری های بسیار بسیار جدی بود. ولی به هر روی امروز وقتی شما به اروپا نگاه میکنید و رابطه کلیسای مسیحی رو یا کلیسای کاتولیک پروتستان هر یک از کلیساها رو یا انجلیکن رو با دولت ها بررسی میکنید، ببینید که این رابطه یک رابطه شهروندی است، رابطه امروزی است، حقوق یکدیگر رو پذیرفتن و به آزادی هایی در واقع باور دارن. این یکی از دلایل بسیار مهمش پیدایش اومانیزم در دل مسیحیت بود. دنیای اسلام هنوز با پیدایش یک اومانیزم اسلامی، یک انسانگرایی اسلامی جدا روبرو نبوده. شاید در یک دوره ما در قالب پیدایش عرفان و صوفیگری با یک جنبه های بسیار بسیار ابتدایی و واپسمانده اومانیستی روبرو بودیم، ولی خیلی زود تبدیل به یک جریان طریقتی شد و اینجا و اونجا هم کسانی شاید سر بلند کردن در جریان انقلاب مشروطه از میان روحانیان روشنبینتر و شاید عناصری از اومانیزم رو در کار خودشون نشون دادن، ولی دنیای اسلامی روی هم رفته از نگرش اومانیستی انسان محوری به دور بوده. نکته دومی که بسیار جایگاه برجسته‌ای دارد در این است که دنیای اسلام
وارد یک رفرماسیون بزرگ در حوزه فقاهتی نشده. فقه شیعی و فقه سنی فقه کهنه‌ای هستند. در فقه شیعه دست کم 400 سال است که هیچ دگرگونی جدیدی روی نداده. در فقه اهل سنت هم همین گونه، شاید بیشتر. فقه نتوانسته خودش رو با دنیای جدید هماهنگ کنه و بدون پیدایش یک جریان نیرومند هومانیستی و بدون پیدایش یک اصلاحات در فقاهت در ساختار شیعه و سنی، ما در خاورمیانه و در دنیای اسلام روی آسایش رو نخواهیم دید. جناب مهری، شما نگاه کنید به تمام کشورهای اسلامی خاورمیانه، دو قطب مسئله، یا جریان‌های تندروی مانند جمهوری اسلامی و داعش و اخوان المسلمین و جریان‌های تندروی مسلمان در سوریه و عراق و یمن و شمال آفریقا هستند، یا حکومت‌های سکولار خودکامه. وسط وجود نداره. وسط در ایران، یعنی نیروهای سکولار لیبرال در ایران بسیار ناتوانند. نیروهای سکولار مصر تقریبا میتوان گفت ناچیز بودند. واقعیت این است که در مصر شما یا با اخوان المسلمین روبرو هستید یا با سادات و مبارک و ارتش. نیروی وسط نیست و بدون پیدایش نیروی میانی، بدون پیدایش نیروهای امروزی شهروندی در این کشورها، با اون دو نکته که اشاره کردم، پیدایش یک هومانیسم اسلامی و پیدایش یک جریان نیرومند اصلاحات فقهی، دگرگونی های فقهی در شیعه و سنی، ما نخواهیم توانست مسئله داعش و جمهوری اسلامی و جریان های تندرو به این آسانی حل بکنیم. واپس خواهند نشست ولی از میان نخواهند رفت. آقای امینی، یکی از اظهار نظرهایی که در ایران درباره حوادث پاریس شده، اظهار نظر آقای علی سعیدی است که نماینده خامنه ای در سپاهه. بله. او حوادث تروریستی اخیر فرانسه رو ناشی از افزایش نگرانی های مقام های اروپایی از گسترش اسلام در این قاره اعلام کرده و گفته است که گسترش اسلام در اروپا باعث شده اروپایی ها نگران شوند و دست به اقدامات ایزایی مانند ترور در جهت مقابله با حرکت اسلام بزنند. یعنی اینا کار خود اروپایی هست. بله. بله. این پرت و پلاهای هزیان آلود و تبایی. این نماینده رهبره. بله بله. خب آخه مگه فکر کنید رهبر جز این حرف ها میزنه؟ از این سخنان تبالود رو در جریان اون حمله به اون برج‌های دوگانه در نیویورک هم میگفتن که این رو خود دولت بوش و آمریکایی ها کتاب ها نوشتن کردن. می گفتن پیام دادن به یهودی ها که یهودی ها سر کار نرن و بعد حتی بررسی کردن و می گفتن که تعداد شمار یهودی هایی که کشته شدن بسیار اندک بوده، در حالی که در این واسید یهودی زیاد است. از این نوع سخنان براستی باید گفتم تبالون می گویند. راستی این است که دنیای اروپا با یک بحران بر سر اسلام روبرو هست و این بحران بسیار جدی است و این بحران ناشی از این است که بسیاری از کوچندگان از کشورهای اسلامی در اروپا نمیخواهند و یا نمیتوانند در فرهنگ این کشورها حل بشوند. ببینید، شما نگاه کنید به این کوچ گسترده ایرانیان پس از انقلاب به کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا. ایرانیان به شمار بسیار زیادی، نزدیک شاید دو، برخی میگویند 4 میلیون در کشورهای اروپایی و آمریکا باشندگی یافتند، آمدند به این سرزمین ها. بسیاری از ایرانیان جذب فرهنگ یا نزدیک شدن با فرهنگ کشورهایی که در اون زندگی می کنند. امروز در نظام برار پزشکی ایالات متحده آمریکا یا آلمان شمار پزشکان ایرانی بسیار بسیار بالاست. ایرانیانی که در دانشگاه ها، در مراکز علمی درس می دهند، ایرانیانی که در بلندپایه ترین جایگاه های دولتی و خصوصی برای این کشورها قرار دادن بسیار بسیار زیاد است. در همین انتخابات کانادا
برخی از ایرانیان ایرانی تباران به جایگاه‌های بلندی رسیدند. نکته بر سر این است که گروه‌های می‌توانند در جریان مهاجرت به کشورها مانند ایرانیان و هندی‌ها خودشون رو با فرهنگ‌هایی که به اونها آمدند هماهنگ کنند و برخی این کار رو نمی‌کنند. در کشورهای اروپایی، در فرانسه، اعراب مهاجر از شمال آفریقا، از الجزیره، محله خودشون رو دارن، فرهنگ خودشون رو دارن، خاربار فروشی ها و مدارس خودشون رو دارن و وارد فرهنگ فرانسه نمی شوند. من به دانمارک رفته بودم، در یه محلهی بردن من رو نشون دادن. گروه هایی هستن از مردم که هیچ بهره ای از این فرهنگ پیشرفته دانمارک یا هلند نبودن و نمی خواهند ببرن. ببینید، هندی هایی که به لندن و انگلستان مهاجرت کردن، امروز غذای ملی انگلستان رو دگرگون کردن. غذای ملی انگلستان امروز بوی کاری میده، بوی غذای هندی میده. ولی مسلمانانی که از کشورهایی مانند پاکستان و کشورهای دیگر به انگلستان مهاجرت کردن، هنوز با همون رفتار استقلال خودشون رو حفظ کردن، در کود خودشون زندگی میکنن و این پدیده آسیمیله نشدن، حل نشدن، که برخی خیلی رو تشویق میکنن. امروز در جریان‌های قومگرا در ایران میگوین آسیمیله شدن خیلی چیز بدی است، متهم میکنن که این از زمان رضا شاه به این سو کوشش کردن آذربایجانی‌ها رو در فرهنگ ایرانی آسیمیله کنن. این حل شدن فرهنگی چیز مثبتی است، ولی این در میان مسلمانان مهاجر در اروپا وجود نیامده. در آمریکا خوشبختانه چنین نیست. بسیاری از مسلمانان مهاجر در آمریکا جذب فرهنگ و زندگی آمریکا شدند. اروپا نتوانست این شکاف رو حل بکنه و این بحرانی که در اروپا وجود دارد، نه به دلیل داوری‌های ببخشید ابلهانه این مشاور رهبر، بلکه به دلیل بحران واقعی این کشورها، یک گرفتاری اسلامی دارند. و از این گرفتاری اسلامی است که در فرانسه، در آلمان و در کشورهای دیگر، بلژیک به ویژه، برای برانگیختن جوانان در مقابله با ارزش‌های اروپایی بهره می‌گیرند. در اروپا گروه‌های امروز وجود دارند که اصلاً آمیزش روابط ساده میان فرزندانشون رو با مردم کشوری که به اونجا مهاجرت کردن حرام می‌دونند. دختری اگر در سوئد از یک خانواده مسلمان افراطی با یک پسر سوئدی آشنا بشود، بوده در سالهای گذشته چندین بار که این دختر رو کشتند و این در کشورهای دیگر هم وجود دارد. و بنابراین ما با یک بحران روبرو هستیم، ولی این بحران به دلیل گسترش اسلام نیست، به دلیل پیدایش این محله های اسلامی در کشورهای پیشرفته است که کوشش کردند که بدور از دنیای کشوری که به اون زندگی میکنن، فرهنگ کشوری که در اون زندگی میکنن، راه خودش رو بیابند و ارزش‌های مدرن رو نپذیرن. این ارزش‌ها رو ارزش‌های صادراتی و ارزش‌های بد میدانن. جالب اینجاست که بهره‌گیری از این کشورها رو بد نمیدانند، زندگی در این کشورها رو حرام نمیدانند، ولی فرهنگ این کشورها رو حرام و نادرست میخوانند. این هم از پارادوکس‌های باورهای دینی است که آمدن به انگلستان و فرانسه حرام نیست، گرفتن پول دولت فرانسه حرام نیست، پاسپورت فرانسوی و آمریکایی داشتن ایرادی ندارد، ولی فرهنگ فرانسه و فرهنگ آمریکا به ویژه اون جنبه‌های تولرانس، بردباری و دموکراسیش و پذیرش قانونش، اینها حرام است. اینها حرام، پاسپورت و پولش اونقدر ایرادی نداره. آقای امینی، این جمعه‌ای که در پیشه روز جهانی فلسفه است، به هر حال فلسفه هم جزء تاریخه، شما باید پاسخگو باشید. چرا فلسفه در دنیای غرب بنیاد بسیاری از نوع اندیشی ها بوده و در دنیای اسلامی و از جمله در ایران با این که کسانی مانند ابن رشد داشتیم، ابن سینا، این بازشناسندگان فلسفه یونان، چطور شده که فلسفه جایگاه برجسته‌ای در جهان عرب و ایران پیدا نکرده و ما فیلسوفان نوآوری در
در کشورهایی با تاریخ‌های کهن مانند ایران، عثمانی و مصر نداشتیم. درسته این؟ ببینید خیلی موضوع پیچیده است. البته به درستی اشاره کردید. این آدینه روز جهانی فلسفه است و فلسفه باید گفت که بنیاد دستیابی انسان به ارزش‌های مدرن بوده. این پرسش که ما از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت، که اگر شما به سروده های شاعران ایرانی اندکی پیشروتر نگاه کنید، همواره وجود می‌داشته، در نوشتارهای کهن ایرانی وجود می‌داشته، بنیاد اندیشیدن به جستجوی راه زندگی بهتر است. اصلا موضوع پیدایش فلسفه هم در این بوده. ما پیش از اسلام پدیده‌ای که خیلی به اون کم بها داده می‌شود، ما پیش از اسلام در دوران ساسانی با فلسفه روبرو بودیم. دولت‌های پادشاهان ساسانی به فلسفه و دانش‌های نو بهای زیادی می‌دادند، ارج می‌نهادند به اون. گروه گسترده‌ای از فیلسوفان هنگامی که از یونان گریزان شدند به دلایل سیاسی اون زمان به ایران آمدند و چند سالی رو در دربار پادشاه ساسانی به سر بردند و با خودشون ارزش‌ها و اندیشه‌های فلسفی رو آوردند. از زمان اردشیر پاپکان و سپس جانشینانش مسئله برگرداندن دانش‌های گوناگون از زبان‌های اروپایی اون زمان و هندی به فارسی اون زمان پهلوی بسیار بسیار روان بوده و پذیرفته بوده و فلسفه در میان ایرانیان نخبگان ایرانی یک پدیده پذیرفته به شما می‌آمده. در دوران اسلامی یک پارادوکسی به وجود آمده میان دنیای اسلامی و دنیای مسیحی. یعنی تناقضی. تناقض برای این دنیای مسیحی گرفتاری با فلسفه نداشته، گرفتاری با دانش‌های تجربی داشته، به دانش‌های تجربی میتاخته. گالیله رو به بند کشیدند، رونو رو در آتش سوزاندند و بر این باور بودند که همه چیز رو باید از راه کتاب مقدس بررسی کرد. بررسی یا کال و چکافی در دوران در دنیای مسیحی از راه دزدیدن جنازه در از آرامگاه ها یا سردخانه ها، حالا اگر اون موقع سردخانه بوده باشد، از اون راه خاروی در واقع به کشف به علم کالد چکافی پرداخت، در حالی که در دنیای اسلامی دشمنی چندانی با علوم تجربی نه تنها وجود نداشته، بلکه فردی مانند زکریای رازی که بیدین هم بوده هم در بغداد و هم در ری پزشکی انجام میداده. طب بالینی رازی خیلی پیشرفته تر از اروپای اون زمان بوده. نجوم ستاره شناسی در میان مسلمانان گسترش پیدا کرده. دشمنی با کارهای ابوریحان بیرونی، فارابی یا ابن سینا در زمینه پزشکی، در زمینه هندسه، جغرافیا، تاریخ، ریاضیات نمی‌شده، ولی فلسفه گرفتاری داشتن. یعنی این دو سرزمین که شما نگاه میکنید، سرزمین های اسلامی و سرزمین های مسیحی، مسیحیان گرفتاری با دنیای دانش های تجربی داشتند و دنیای اسلامی با فلسفه دشمنی میداشته. و اون کوششی که ایرانیان انجام دادن و ابن رشد انجام داد، از اندلس، چون به هر حال از اروپا بود، از اسپانیا بود، ایرانیان مانند ابن سینا انجام دادن برای پیوند میان فلسفه و دین، این رو اهل دین باشتر افتادن که برجسته ترین شخصیت اون همون امام محمد غزالی معروف است که از استدلال فلسفی برای در هم شکستن فلسفه استفاده کرد و اون کتاب معروف تهافت الفلاسفه رو نوشت و چیزهایی از این دست. فلسفه هیچگاه نتوانست در کشورهای مانند ایران و در کشورهای شرقی اسلامی پا بگیره و به پیدایش اندیشه های نو بیانجامد. آنچه که از فلسفه در دنیای اسلامی ما میشناسیم در واقع یک نوع آشنا شدن با فلسفه یونانی و پیوند دادن اون با ارزش‌های اسلامی است و به ویژه میتوان گفت که از دوران میانه دوران صفوی هم دیگر اجاق اندیشیدن در حوزه فلسفه در ایران اون شد
و ملا صدر و میرفندرسکی آخرین فیلسوفان بزرگ ایران بودند. البته ملا هادی سبزباهی هم در دوران قاجار بود ولی یا جلبه، ولی اینها دارای کار جدی تازه‌ای نبودند و نتوانستند تأثیری در نگرش ایرانیان نسبت به ارزش‌های فلسفی بیافرینند و به راستی باید که از این نظر جامعه ما بسیار بسیار فقیر است و نگاه ایرانیان نسبت به مسائل فلسفی بسیار نه دشمنانه ولی دست کم ناآگاهانه و گریزان است. آقای امینی عزیز، دو سه دقیقه وقت داریم، با اجازتون نامه‌ای رسیده برای بنده از ایران. بله. نوشتن بنده عبدالله ف، فامیلیشون نوشته البته، 55 ساله از تهران. عرض شود بنده در زمینه فلسفه آرایی دارم، اما شوربختانه به سبب فضای سربی حاکم بر وطن از آزادی اندیشه و نشر آرام محروم هستم و طی 25 سال گذشته تلاشم جهت نشر یا مورد نقد و بررسی قرار دادن آرام بی نتیجه بوده است. بنده ایمان دارم می توانم در زمینه فلسفه اثرگذار باشم، اما شوربختانه استعدادهایم فسیل و رؤیاهایم رو به تباهی است. آیا شما می توانید جهت تحقق رؤیاهایم مرا یاری کنید؟ ببینید، ما در حدی که در این خارج می توانیم از راه این برنامه ها و کارهایی که انجام می دهیم به همیهنان یاری برسانیم باید کار کنیم، و اما دریغ که بغرنج جامعه ما یک بغرنج ساختار سیاسی است. ما استعداد در ایران کم نداریم، بیشتر کارهای فلسفی نو در ایران برگردان شده به فارسی و ایرانیان نسبت به مسائل فلسفی نو بسیار دوستدارانه نگاه میکنند. گرفتاری در این است که شما در همین برنامه گفتید مشاور رئیس جمهور این سطح نگرش فلسفی و نگاه دنیایی این آدم است که باید گرفتاری این ماجرای پاریس به دلیل این است که اروپاییان میخواهند جلوی گسترش اسلام رو بگیرند. خب وقتی شما در میخوان اسلام حراسی تولید کنند، وقتی شما در بلند های ترین جایگاه حکومت آدم هایی دارید مانند همین آقای خامنه ای، شما اگر به تارنمای ایشان و فرمایشات ایشان نگاه کنید نمونه از واپسماندگی دوران صفوی و پیش از اون است. چه انتظاری داره که این هم میهن بخت برگشته ما بتواند در این ایران جایی پیدا بکند که اندیشه خودش رو بگستراند؟ بیهقی یک عبارتی دارد در میان دیگر عبارتهایی که در کارهای آمده، میگوید که به عالم هیچ بلایی پیچیده‌تر از آن نیست که فرومایگان به بلندی رسند. در کشور ما و در کشورهای اسلامی دیگر فرومایگان به بلندی رسیدند. آقای خامنه ای رهبر کشور ماست و مشروعیت خودش رو از خداوند میگیرد و امام ناپیدا، و در این سوی هم آقای بغدادی معتقد است که باید پشت و جنایت کرد و بم گذاشت و از بین برد. جایی برای این هم میهن گرامی اندیشمند ما برای گسترش فلسفه و یا پرداختن به فلسفه در این سفر وجود نمی دارد. این ساختار سیاسی باید دگرگون بشود، زمینه و زمانه به وجود بیاید که فرومایگی فضیلت نباشد، مایه فضیلت باشد، توانایی ها و دانش فضیلت باشد و انسان ها بر اساس توانایی برکشند و بالا بروند و به جایگاه های بلند برسند و آزادی اندیشیدن در میان مردم روان و پذیرفته باشه. ممنونم آقای امینی عزیز. با اجازتون هفته آینده که در استودیو حاضر خواهید بود حتما درباره خانم صدیقه دولت آبادی صحبت خواهیم کرد و همچنین برادر ایشون. بله، همچنین برادرشون یحیی دولت آبادی، اصلا در بود خانواده دولت آبادی هستن صحبت کنیم. بله.
بسیار عالی است. خیلی ممنونم ازتون. شب و روز شما خوش باشه.